که اساسا وقتی فعال اقتصادی میاد و مجوزهای خودش رو بدونه که از او چه مطالبه میکنن ظرف چند روز چطوری پاسخش رو میدن در این مرحله ما برای اولین بار بعد از تقریبا دوازده سالی که قانون وجود داشت آقای مقصودی قانون تسهیل و قبلش در زیل خود از ماده 7 بله. 4880 تا مجوز رو کامل پالایش کردیم گفتیم فقط و فقط برای هر فعالیت اقتصادی میتونید از کسی که مراجعه میکنه این 5 تا مستند و مدارک رو بخواید این 10 تا رو بخواید نه بیشتر از اون و نه سلیقه ای که بتونید خودتون بگید به نظر من حالا باید شما چون تمام فسادها و طلب رشوه ها و مفاسد و اینها در همین ظهور میکنه که حالا من باید بیام با اونجا رو ببینم آیا واقعا شما صلاحیتش رو داری بهت مجوز رو بدم در واقع قد در واقع کارگاه کتاه سفید اصلا سیاه مجوز فلان بله دارو میفوشون تو بله. بله, بله دوم مرحله دوم این بود که خیلی خوب حالا که مشخص شد از مردم چه میخواهیم برای اینکه به اونها مجوز بدیم و نه بیشتر همه اینها رو بدون کاغذ الکترونیکی در سامان ها معلوم باشه که چه زمانی مراجعه کرده الان دویست روز هست که معطل کردن اون فعال اقتصادی برای اینکه مثلا این مجوز رو بدن و اگر باید پاسخ داده بشه در چه بازه و زمانی در این قسمت ما در مرحله اول خیلی موفق بودیم اون 4880 مجوز در مرحله دوم شاید بخوام خودم نمره بدم تا حد حدود 80 -85 درصد موفق بودیم متاسفانه همین امروز هنوز دستگاه هایی هستند که علی رغم اینکه قانون گفته است تخلف جرم انگاری کرده برای این موضوع اما همچنان مردم رو میفرستن میگن برو کاغذی تو بیار درگاه مجوزها رو خیلی توجه نکن بیا آخر سر من کارمندی که اینجا نشستم باید در واقع تشخیص بدم که این مجوز رو بهت خواهم داد یا نه حالا با یه قیمتی یا بدون اون قیمت اما باز هم در